Et le voilà, si vous êtes dit que si on ferait, à San Iham Khari Dorikadam, à San Bashimunistam, à Sofen Bira, à ce débrou, brou, passe, passe. Bio, 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 A tiens, vos iconiens! Possédale, vos émois, mais c'est valicole, quoi de je m'y connais! A tiens, a tiens! افری سلام به دوستای عزیزم که توی خونه نشستید و دارید برنامه خودتون رو تماشا میکنید. ظاهراً که امروز تو محله اتفاق همه چیز عادی به نظر میرسه. البته عادی بودن به معنای عالی بودن نیست. بازم مثل همیشه هپلف مشغول سر و صدا کردنه و خدا میدونه که امروز دیگه چه داستانی میخواد درست کنه. من بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و بهتره که با هم ببینیم که امروز تو محله اتفاق چه اتفاقاتی قراره بیفته و چه صحبتهایی میون این دوتا همسایه خوب رد و بدل بشه. پس با هم بریم و ببینیم. دارم کتاب خوبی میخونمش به خوبی، چقدر قشنگه، هر ورقش یه رنگه، از ماه مهر تا آذر میخونمش تا آخر، بی صدا و با دقت میخونمش با لذت، تو سفر و تو خونه کتاب یه دوست خوبه. تو هم بیا قبل خواب بگیر و بخون یک کتاب. کتاب بخونم؟ اصله داری یا کتاب دیگه چیه؟ کتاب دیگه چیه یعنی چی؟ همه میدونن کتاب خیلی هم خوبه. همه میدونستم واسه قدیما بود، نه الان که مزگار. همه میدونستن قدیما؟ یعنی الان نمیدونن؟ نه دیگه مزگان جونم، اون موقع اختراع نشده بود که کامپیوتر، حالا که اختراع شده کی کتاب بخونه؟ نه خیرم، من کاملا با شما مخالفم. چه قبل اینکه کامپیوتر اختراع بشه چه بعد اون، همیشه و همیشه کتاب و کتاب خوندن مهم بوده و هست. تازه هر کدوم جای خودشو داره. چی میگی مشکان جینا؟ هر کدوم جای خودش رو داره، این حرفا چیه؟ دستم بیا ببین میتونی با اون کتاب دین بازی رو بکنی. برو برو بزن بزن گو هپلف. درسته که با کتاب نمیشه اونجوری که تو الان داری با کامپیوتر بازی میکنی بازی کرد، ولی کتاب هایم هستش که میشه باهاش بازی کرد. و چی؟ مگه میشه با کتاب بازی کرد؟ فکرشو بکن یه سیم وز کنی به کتاب بیا بشین بازی کنی. نمیشه. نه اونجور بازی که تو فکر میکنی، یه سری بازی ها، بازی های فکری. آره با کتاب میشه بازی فکری کرد. بازی فکری؟ مگه فکرم بازی میکنه؟ بازی فکری یعنی بازی هایی که با تمرکز فکری اونا رو انجام بدی. بذار برات مثال بزنم. مثل جدول اعداد که بهش میگن سودوکو، یا مثلا حل کردن جدول کلمات. آه از اونا میگی، فهمیدم. ولی اونا که بازی نیست آخه، اونا حسل آدم سر میره باش بازی کنه. اتفاقا من فکر میکنم این بازی خیلی بهتر از بازی کامپیوتری که تو انجام میدی. آره خیلی بهتره. یعنی میگی بازی کامپیوتری بدن؟ نه من میگم که اون بازی که شما انتخاب میکنی اصلا خوب نیستن. مگه بازی های من چشن؟ خیلی خوشونت داره. تو اصلا چجوری اون رو بازی میکنی؟ فای من که خیلی میترسم. نه درس بابا، این که نمیان ما رو بخوره که، یه تک نمیزنی تو با اینه، فقط یه بازیه، هیچی نیست. بازی بازی باشه هپلف جان، ولی خب دیدن این همه خوشونت تو روحی آدم تاثیر بد و منفی میذاره. باشه قبول، بازی های من یه ذره خشنه، قبول. خب بقیهش دیگه چی؟ خب درسته، ما داشتیم راجع به کتاب خوندن صحبت میکردیم. داشتم میگفتم که هپلف تو از خوندن کتاب
خیلی چیزای جدید و مفید یاد میگیری، خیلی. خب من میتونم از تلویزیونم یاد بگیرم. خب ببین دیدن برنامه های تلویزیون هم خب آره خوبه، دیدن برنامه تلویزیون هم خوبه، ولی خب توی تلویزیون که واسه همه موضوع ها برنامه های مناسب پخش نمی کنه. ولی خب باید بگم که برای همه سنا، برای همه موضوع ها یک کتاب خوب تو دنیا چاپ شده. خب من میتونم بگردم تو اینترنت دنبالشون، دیگه کاری نداره. اینترنت؟ آره اینترنت. آفره، اینترنت هم خوبه، ولی هم پلف یادت باشه توی اینترنت همه چیزایی که توی اینترنت میبینی همشون درست و واقعی نیستن. هر کسی که یه کامپیوتر معمولی داشته باشه میتونه یه سری اطلاعات و یه سری مطالب رو وارد اینترنت کنه. تازه کسی هم نیست که نظارت کنه ببینی مطالب خوبن، بدن، حقیقی هم، دروغی هم، اصلا هیچ کس نظارت نمی کنه. یعنی تو کتاب اینجوری نیست؟ نه، کتابا توسط انتشاراتی های بزرگ که زیر نظر آدم های تحصیل کرده هست چاپ میشن. اگه که کتاب خون باشی میدونی کدوم انتشاراتی خوبه، بعدش هم میتونی به کتابایی که اون انتشاراتی چاپ میکنه اعتماد کنی. راست میگی یا مجگون، واقعا اینطوریه؟ معلومه. اوه ببین قبول، من تسلیمم. قبول قبول. تسلیم چی؟ قبول یعنی چی؟ قبوله چی؟ قبوله که من آمدم کتاب خونی شروع کنم. راست میگی هم علف. آفرین آفرین، فقط یه مشکلی هست. بیا شروع شد. یه مشکلی هست. چه مشکلی هست؟ کتاب خوندن سخته؟ نه خیلی، شما اشتباه گفتی، یه چراغ سوخت. نه منظورم این بودش که ما به کدوم کتاب اعتماد کنم. من مگه تو نمیگی؟ چرا میخندی؟ مگه تو نمیگی کتاب دوست ماست؟ چرا چرا گفت؟ نه خیلی دیگه، من باید بدونم به کدومش اعتماد کنم دیگه، کدوم دوست واقعی منه، این خیلی مهمه. خب راست میگی، ولی خب پاشا برو حاضر شو با هم میریم کتاب فروشی. اوکی من اومدم. توی کتاب فروشی آقای کتاب فروش برای که سال هاست که توی این کاره اون بهتر میتونه کمکت کنه. اصلا میریم ازش میپرسیم، که چه کتابی مناسب سن توه، همونو برات میخرم. آفرین من آمادم. بریم آماده؟ آره منم حاضرم. ببین یه کتاب میخریم، خب یه بستنی هم میخریم، همینجور که کتابو میگیریم بغلمون بستنی هم میخوریم. باشه برای بستنی هم میخرم. هم کتاب هم بستنی. آره بچه کتابای خریده. آره خیلی خوبه، خیلی دوستشون دارم. ببین همه شون خوبن و ولی یکیشونو بیشتر از بقیه دوست دارم. کبابا البته همه شون خوبه و ولی یه ذره فکر میکنم بیشتر دوست دارم. ما یه کتاب داریم پر از گل و ستاره، یه عالم قصه ها، شعر و ترانه داره. کتاب زیبای ما قصه داره برامون، هر کس کتاب میخونه اینو چه خوب میدونه. کتاب براش همیشه یه یار مهربونه. هپلف میشه حالا کتاب منو بدی؟ نه نمیشه. این کتاب من شوخی کردم، بفرما کدوم بود؟ این که کتاب من بود، این کتاب شما بود فکر کنم. همین بزرگه. آره این کتاب منه، مرسی. آره موچکو چونم دیدی آقای کتاب فروشی چقدر همه چیو میدونه؟ آره خوب چون که خیلی کتاب میخونه، اطلاعات عمومیش خیلی بالا بودا. اطلاعات عمودو؟ اطلاعات عمومی. عمومی یعنی که راجع به چیزهای مختلف اطلاعات داشت. هر سالی که ازش میپرسیدیم بلد بود جواب بده. آره دیدی همه حرفاشو به شعر میگفت، اصلا کلن شعر بلد بود، فقط ریتم نداشت بگه. آره آره هم حرف دیدی هرچی ازش میپرسیدیم بلد بود جواب بده. آره.
آره راجبه چیزای علمی، راجبه چیزای شعر و اینا. کامپیوتر هم بلد بود. راستی در مورد تاثیرات بازی هم کامپیوتری که انجام میدی، راجبه تاثیرات بعد اونم بلد بود. یعنی که روانشناسی هم بلده دیگه، خب کتاب زیاد میخونه. خوش به حالش، خیلی خوب بلد بود. عزیزم کاری نداری که، تو هم اگه کتاب زیاد بخونی اطلاعات عمومیت میره بالا. راست میگی؟ آره اختیون، بعد من از همی الان میخوام کتاب بخونم. باشه. با من حرف نزن. باشه باشه، چند شما کتاب باشه. بخون از همی الان، همینجا. آخه باشه هپلف، من پس میرم برای چایی میارم که خیلی میچسبه. خب تو کتاب بخون. باشه، فقط شیرین باشه، شیرین. امره دیگه. نه قربون شما، بذار من کتابم بخونم. شیرین باشه، شیرین. اوه چیه؟ خوبه کتابم علاقه من شده. آفرین. اوپو ای چه داغم اینا، کتابم هم بردارم. هپلف میگم این کتابی که میخونی و دوست داری خوشت اومده؟ خوابی خوابی دی بکشیدیم 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 هپلف بکشید بگیریدش. چی میگی تو خواب هپلف؟ هپلف کی باید بگن بزرگ؟ نترس منم برای چای. آره برای چای اومدم که مثلا خستگی در بره، که دیدم به سلامت خوابت برده. نمیدونم که این خوابم بود. عیب نداره، برو یه آبی به دست و صورتت بزن، بعدش بیا با هم چای میخوریم، کتاب میخونیم، با هم دیگه کتاب میخونیم. یعنی برام کتاب میخونی؟ نه خیرم، شما کتاب خودتو میخونی، منم کتاب خودمو میخونم. بله من کتاب خودم میخونم، تو هم کتاب خودمون. آره اونو حالا اینجا بذار، منم اینو چای میشکنم. شیرینه؟ آره شیرینه. من الان میرم بیام. این چجوری خاموشش میکنم؟ اوکی اومدم بشکن. هپلف این چجوری خاموش میشد؟ این همینجوری اینجوری باید ببندیش. خب باشه اینو پس ببر خونه. ببرم دیگه کمپیوتر نه. نه دیگه جا باشه واسه کتابا. باشه. خب اومدی؟ بله. خب بیا یکم چای بخوریم، سرد شد با یخ کرد. سیگار ریختی؟ آره شیری نیست؟ نه کم ریختم، آخه زیادش هم خوب نیست. این به بعد زیاد بس. باشه. اخیش کتاب خودشو بخونه. مدل کتاب خوندن مهم نیست، به اون چیزی که توش نوشته دقت کن. تو الان یه ساعت داری ادای منو در میاری. از کجا دیدی؟ به مطالب توی کتاب دقت کن. باشه از دیدی چشت نگاه میکنی؟ وای قلبم افتاد.
دستتو. این مهمه که تو سی نوشته، مهم نیست که پاسیه. مشکل مشکل، من خسته شدم، حوصله‌ام سر رفت. خب چرا؟ سخته؟ نه اینا نیست، این حرفا نیست که سخت باشه. میگم اگه سخته اشکالی نداره، بگو سخته، من خودم برای توصیه میکنم. نه نه، اصلا این موضوع ها نیست. پس چیه؟ کتاب خوندن، حوصله کتاب خوندن ندارم، حوصله‌ام سر رفت. حالا فهمیدم، تو اصلا نمیخوای کتاب بخونی. آخه هرپرف چرا؟ تو به این باهوشی، عاقلی، خوبی، حیف نیست کتاب نخونی؟ چرا نمیخوای بخونی؟ میدونی چقدر اطلاعاتت میره بالا و با سوادتر میشی؟ آره، ولی من اصلا کتاب خوندنم نمیاد، موضوع اینه. و عجب حرفایی میزنی یا هرپرف، کتاب خوندنم نمیاد یعنی چی؟ نمیاد دیگه، نمیاد. مگه زورکی برم دستشو بردارم بیام؟ آقا بیا، آقا بیا، نمیاد. عجب حرفایی میزنی تو امروز هپلف، با لوس شدی تو. هپلف، برای اینکه بخوای کتاب خون بشی بهتر که دعا کنی. دعا کنی و از خداوندمون عیسی مسیح بخوای که بهت اشتیاق یادگیری بده، شوق کتاب خوندن بده، به تمرکز بده. ای بچه ها که خندونه روی شما، دست خدا با همتون، خدا پشت و پناهتون، دستامونو میبریم بالا، با هم میخونیم ما دعا، سالم و سرزنده باشین، عاقل و پاینده باشیم، کنیم او را ستایش، که داد به ما آرامش. میخوام که خوب بتونم کتابمو بخونم. مجگان جونم، جونم مجگان جونم، جونم میشه برم کامپیوتر بازی کنم؟ هپلف، بعد اینکه این همه حرف زدیم، بردمت کتاب فروشی، برات کتاب خریدم، تو باز میخوای بری کامپیوتر، بری با کامپیوترت بازی کنی؟ نمیشه. اصلا به من چی؟ مجگان، میتونم مجبورت کنم که بدی چیزی رو همینجوری زوری تحمیل کنم؟ نمیخوای کتاب بخونی دیگه، اصلا هر کاری دوست داری بکن. مجگان چیزاره نراحت میشی؟ ببخشی اصلا دیگه بازی نمی کنم. ناراحتی هم داره دیگه، من این همه باهات حرف زدم، بردمت کتاب فروشی، برات کتاب خریدم، چقدرم آقای کتاب فروش باهات صحبت کرد، باز تو اینجوری حرف میزنی میخوام برم بازی کامپیوتری کنم، برم کامپیوترم بیارم باش بازی کنم. اینجوری نگفتم باش برم، گفتم میشه برم، ولی خب حالا شوخی کردم دیگه، ناراحت نباش دیگه. خب اگه تو واسه من مگه کتاب میخونی؟ واسه خودت میخونی که اطلاعات عمومی خودت بره بالا. مجگان جونم ببخشید دیگه، ببین هپل تو. مجگان ببخشید دیگه، شوخی کردم، ببخشید. خب باشه. همچین اینجوری کردی و یه لحظه تو ترسیدم. من با تو قهر نیستم هپل، فقط اینطوری با طرف میزنم که متوجه اشتباهت بشی، تو دوست خوب منی. اصلا میدونی هپل چیه؟ فکر کن توی جمعیت دوستات نشستی، خب اگر بخوان راجع به یه چیزی صحبت کنن، اگه شما کتاب نخونی هیچ اطلاعاتی نداری که تو هم مشارکت کنی، باشون صحبت کنی، این خیلی بده. تو همینجوری ساکت بشینی اونا رو نگاه کنی، اونا هم حرف بزنن؟ نمیشه که. کتاب بخون، اطلاعاتت بره بالا. خب بچه های عزیزم، اینم از قصه امروز و ماجراهایی که امروز شاهدش بودین. گلهای قشنگم به من بگید ببینم چه چیزایی یاد گرفتید. بچه ها یه دقیقه صبر کنید،
آها رهاجون میگه وقتی ما کتاب میخونیم معلوماتمون بیشتر میشه. آفرین. حالا هلیا جون تو بگو. بله درسته، وقتی ما کتاب میخونیم شعرهای جدید یاد میگیریم و البته این رو هم بدونید که همه از مطالعه کردنه. بچه های عزیزم، خداوند هم مردم رو تشویق میکرده که کتاب بخونن، هم برای خودشون هم برای دیگران، و ما هم باید به کتاب مقدس عمل کنیم. بچه ها چقدر خوبه که کتاب های مختلفی که میخونید در کنارش کتاب مقدس رو هم بخونید. میخواین یه آیه از کتاب مقدس براتون بخونم؟ خداوند تو کتاب نهمیا در باب هشتم آیه هشتم اینطور میگه: پس کتاب تورات را با صدای واضح خواندند و تفسیر کردند تا آنچه را که میخواندند مردم بفهمند. خب بچه های عزیز، اینم از برنامه امروز. امیدوارم که تا دفعه دیگه ای که دوباره پیشتون میایم شاد و سالم و سرحال باشید. پس تا برنامه بعدی و اتفاق بعدی، همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.